الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور صحت و سرحال باشین و در حفظ امان الله جل جلاله قرار داشته باشین. خوش هستیم که در درس‌های عقاید اسلامی با درس جدید همراه شما قرار داریم. با درس‌های عقاید اسلامی ما شما که در بخش سمعیات است و درس امروز ما درس شماره 23 می باشه و درس شماره 23 ما شما که در امتداد درس‌های ما شما در مورد وقوع قیامت ادامه داره و شک نیست که در درس گذشته هم بیان کنیم که وقوع قیامت از ما دو چیز تقاضا میکنه. یکی عقیده به یکی جهان و کائنات فنا میشه و از بین میره و دوم قضیه علم وقت و زمان وقوع قیامت هست که هم جزء عقیده انسان مؤمن و مسلمان میباشه و در رابطه با این باید ما شما عقیده کامل داشته. در رابطه با فنای جهان با استدلال از آیات قرآن مجید و با استدلال از دلایل عقلی بالاخره برای ما ثابت شد که جهان کائناتی که ما فعلا در او هستیم، این جهان کائنات جهان همیشگی نیست، بلکه وقت و زمانی فنا میشه و از بین میره و عقیده و ایمان به فنا و از بین رفتن از این جهان کائنات جزء عقیده ما شما به روز آخرت میشه. از جمله قضایایی که در رابطه با قیامت از دیر زمان افکار انسانها را در خود پیچانده، بینندگان عزیز، و هر وقت زمان گاه ناگاهی انسانها این سوالات از انبیاء علیهم السلام مطرح می کردند. یکی هم موضوع وقت و زمان قیامت هست. خب زمانی که ما میگیم قیامت برپا میشه، جهان کائنات از بین میره، انسان ها دوباره زنده میشه، خب یعنی چی وقت است؟ این وقت و زمانش چی وقت میباشه؟ پس الله رب العزت که برای از جهان کائنات وقت و زمان معین تعیین کرده، اینمی وقت و زمان معین از این کدام وقت و زمان است که ما او را بدانیم. پس هدف از وقوع علم وقوع وقت و زمان قیامت ای در حقیقت همون وقت و زمان هست که قیامت برپا میشه. آیا وقت و زمان قیامت، برپاشتن قیامت برای کس معلوم میباشه و یا نمیباشه؟ و یا ای که علم وقوع قیامت ای در حقیقت از جمله چیزهایی هست که الله رب العزت برای خود خاص کرده. پس به این خاطر چون علم وقوع وقت و زمان قیامت هم یکی از قضایایی هست که مرتبط به عقیده ما شما می باشه و او قضا در حقیقتی است که انسان مؤمن و مسلمانی که به روز قیامت عقیده کامل داره و به حیات زندگی آخرت عقیده کامل داره، باور و یقین کامل داره، به یه هم باید یقین کامل داشته باشه، به یه هم باید باور و تصدیق کامل داشته باشه که علم وقوع قیامت، علم وقوع قیامت این در حقیقت از جمله چیزهایی هست که الله رب العزت برای خود خاص کرده. برای خود خاص کرده به چی معنا؟ یعنی به این معنا که حکمت الله جل جلاله تقاضا کرده که وقت و زمان قیامت برای هیچ کس، برای هیچ مخلوق الله رب العزت قبل از وقوعش، برای هیچ مخلوق الله رب العزت وقت و زمان وقوع قیامت برملا نسازه، بلکه وقت و زمان وقوع قیامت الله رب العزت به نفس خود محفوظ نگه بداره و از وقوع ازی برای هیچ مخلوق آگاهی نده. پس به می خاطر چون حکمت الله جل جلاله تقاضا کرده، پس عقیده ما تو انسان مؤمن و مسلمان هم بر وقت و زمان قیامت نمی هست که هر زمانی که مسئله قیامت برپا میشه و این مسئله برپا میشه که خب قیامت چی وقت برپا میشه، پس جواب ما در رابطه با این سوال این می باشه که علم وقت و زمان قیامت به نزد الله هست و الله رب العزت حکمتش تقاضا کرده که برای هیچ کسی تا پیش از وقوع قیامت برملا نسازه. چنانچه الله رب العزت در رابطه با این آیات متعدد قرآن برای ما شما بیان میکنه که در حقیقت دلایل خاص بودن علم قیامت به الله جل جلاله میباشه. یعنی ما دلایل متعدد، آیات متعدد در قرآن مجید داریم که الله رب العزت علم قیامت برای خود خاص کرده. پس مادامی که الله علم برای خود خاص کرده، پس ما هم باید به عقیده یقین کامل داشته باشیم که علم وقت و زمان وقوع قیامت ای به نزد الله هست و برای هیچ کسی معلوم نمی باشه. به طور مثال در آیات سوره طه، زمانی که موسی علیه السلام به الله رب العزت راستن مستقیما در تکلم میشه و در اولین کلامی که الله رب العزت برای موسی علیه السلام میگه، الله رب العزت خدا برای موسی علیه السلام معرفی میکنه و میفرمایه که اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. این راستن مستقیما الله رب العزت برای موسی علیه السلام میگه که من الله هستم، به غیر از من دیگه هیچ معبود وجود نداره و به خاطر ذکر من و یاد من نماز چکو برپا بکن. و بعد از اون راستن مستقیما قضیه چی را مطرح میکنه؟ قضیه قیامت را برپا میکنه. و ان الساعة آتیة اکاد اخفیها، و ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. و بعد از اینکه الله رب العزت قضیه معرفی خود درای موسی علیه السلام بیان میکنه، راستن مستقیما قضیه آخرت مطرح میکنه. و ان الساعة آتیة، و قیامت آمدنی هست، اکاد اخفیها، زود است که من علم وقوع قیامت، وقت و زمان قیامت چی میکنه؟ اخفیها، بپوشانم، یعنی به این معنی که مخفی نگاهش بکنم، یعنی به این معنی که پنهان نگاهش بکنم. چرا؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، که تا هر انسان مطابق آن چیزی که سعی و تلاش و کوشش میکنه مطابق عملکردش برایش جزا و پاداش و عقوبتش داده شد. با این شکل قسمی که براتون گفتم بینندگان عزیز، در طول تاریخ بشریت همیشه سوال انسان ها، یکی از سوال هایی که انسان ها از انبیاء انسان ها میکردن، یکی همین سوال بود که یسألونک عن الساعة ایان مرساها. قرآن مجید بار بار این آیت برای ما شما چی میکنه؟ تکرار. یسألونک، سوال میکنن از تو، عن الساعة، از قیامت، ایان، که چی وقت مرساها، برپا میشه. همیشه از سوال میکنه که خب قیامت چی وقت برپا میشه؟ این قیامتی که تو میگی، آخرتی که میگی، چی وقت برپا میشه؟ وقت و زمان و قیامت چی وقت هستن؟ و زمانی که الله رب العزت در رابطه با جواب سوال از اینها برای ما شما بیان میکنه، در جواب از این سوال الله رب العزت علم وقوع قیامت برای خود خاص میسازه، برای خود مختص میگردانه، که تا برای ما شما نشان بده که علم وقوع قیامت برای هیچ کس دیگر معلوم نمیباشه. در سوره انفال غالبا فکر میگه و سوره اعراف از بینندگان عزیز، زمانی که الله رب العزت میفرمه که یسألونک عن الساعة ایان مرساها، الله رب العزت در جواب میفرمه که قل انما علمها عند ربی، قل انما علمها عند ربی، بگوی برشان جز این نیست علمها، که علم وقوع قیامت، عند ربی، به نزد پروردگار ما هست. اگر ما در اسلوب از این آیت نظر اندازی بکنیم بینندگان عزیز، اسلوب از این آیت برای ما شما بیان میکنه که علم وقوع قیامت فقط و فقط مختص به کی هست؟ مختص به الله. به جهت از این کلمه الله، کلمه انما که قل انما میگیم، و این معناست که جز این نیست، به این معنا که دیگه هیچ مجال نداره که علم وقوع قیامت مختص به کی است؟ به الله. و بعد از اون جهت تاکید الله رب العزت میفرماید که لا یجلیها لوقتها، لا یجلیها لوقتها الا هو، لا یجلیها برملا نمیسازه، آشکار نمیسازه وقت و زمان قیامت لوقتها، در وقت و زمانش، الا هو، مگر الله رب العزت خودشه. یعنی وقت و زمان قیامت که فرا میرسه الله رب العزت خودش امر میکنه و با امر مستقیم الله جل جلاله قیامت چه میشه؟ برپا میشه. و قبل از او هیچ کس، هیچ ملک، هیچ نبی، هیچ مخلوق در رابطه با وقت و زمان قیامت علم نداشته. پس به می اساس کلمه انما علمها عند ربی، این در حقیقت خودش اختصاص علم قیامت برای الله رب العزت. پس شک نیست که در آیات دیگری هم الله رب العزت زمانی که عین سوال در قرآن مجید مطرح میشه که یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله، مردم شروع از قیامت پرسان میکنن، بگوی که علم قیامت به نزد کی است؟ به نزد الله جل جلاله است. و اسلوب دیگر که الله رب العزت در رابطه با اختصاص علم قیامت یا وقت و زمان قیامت برای خودش برای ما بیان میکنه، که هم اسلوبی هست که در ابتدای سپاره 25م آیاتی که ما شما داریم الله رب العزت میفرمه که الیه یرد علم الساعة، الیه یرد علم الساعة، فقط به الله جل جلاله برمیگرده وقته زمان چی؟ وقت زمان علم، وقت زمان قیامت. یعنی علم وقت زمان قیامت تنها و تنها به کی برمیگرده؟ به الله واحد و یگانه برمیگرده. خب از این آیت چگونه ما اختصاص علم قیامت، از این آیت چگونه ما اختصاص علم قیامت به الله جل جلاله استنباط میکنیم؟ این از این کلمه الیهی که مقدم شده، یعنی به این معنی که در اسلوب زبان عربی ما و شما داریم که هر آن چیزی که در جمله مکانش تقدیم باشه بالاخره او از مکانش تأخیر میکنه، اینمی تأخیر از این رو یک علت و یک سبب میباشه و تأخیر از این در حقیقت اختصاص امر به ما آن چیز هست که تأخیر صورت گرفته. پس اصل اسلوب از این آیت به این شکل میباشه که یرد الیه علم الساعه، یعنی اسلوب عربی از این آیت به این شکل میباشه که یرد الیه علم الساعه، برمیگرده به سوی الله علم وقوع قیامت. ولیکن در آیت برای ما شما چگونه آمده؟ به این شکل آمده الیه یرد علم الساعه، یعنی به این معنی که الیه به یرد چی شده؟ مقدم شده. پس اینمی تقدیم الیه که از مکانش در اینجا مقدم شده، اینمی خودش دلالت به چی میکنه؟ دلالت به اختصاص علم قیامت به الله جل جلاله میکنه. این جمله را که ما ترجمه میکنیم یرد الیه علم الساعه، در ترجمه از یک جمله ما میگیم که برمیگرده به سوی الله علم قیامت. اما این جمله را که ما ترجمه میکنیم، این آیت که ترجمه میکنیم که الیه یرد علم الساعه، در ترجمه از این میبینیم که علم قیامت خاص به سوی الله جل جلاله میشه. این کلمه خاص از کجا ایجاد میشه؟ با تقدیم شدن الیه به یرد میشه. پس این هم از جمله دلایل هست که الله رب العزت علم وقوع قیامت برای خود چی میسازه؟ خاص میسازه که الله رب العزت علم قیامت به نزد زو هست و الله رب العزت برای هیچ مخلوق دیگر علم قیامت بیان نکرده و علم وقوع قیامت در وقت زمانش هم به امر الله جل جلاله صورت میگیره. خب شک نیست که قیامت قسمی که همه ما شما میدانیم و انشاءالله تعالی در درس‌های آینده به صورت مفصل در رابطه با این ما شما بیان میکنیم. قیامت بینندگان عزیز با نفخ صور صورت میگیره، با نفخ صور، و کسی که مکلفیت نفخ صور داره ملک هست که به نام اسرافیل نامیده میشه بینندگان عزیز. و شک نیست که الله رب العزت برای نمی اسرافیل که مکلف به نفخ صور هست و با این نفخ صور در حقیقت نمی قیامت برپا میشه، متوجه بشین که نمی اسرافیل تا و امروز او علم نداره که چه وقت قیامت برپا میشه، بلکه تصویر اسرافیل که الله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با دماندن سور و متوجه بودن از او به عرش الله جل جلاله برای ما شما بیان میکنه، این قسم یک تصویر مجسم میکنه که مانند شخصی که منتظر یک امر میباشه که دو چشمش به طرف عرش است و حتی پلک نمیزنه که چی وقت از عرش الله فرمان نفخ صور صادر میشه که ما دفعتاً چی بکنیم او را به نفخ صور انجام بدم بالاخره جهان و کائنات از بین میره. پس اینمی نفخ صور به امر کی میشه؟ به امر الله میشه و الله رب العزت وقت و زمان از این امر به نزد خود خاص کرده و الله رب العزت راستن و مستقیما خودش به اسرافیل امر میکنه وقت و زمان را که خواسته باشه قیامت چه شوه برپا شوه. به عین شکل زمانی که ما در احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم مراجعه میکنیم بینندگان عزیز، در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم یه حقیقت بر ما بیان میشه که علم وقوع وقت و زمان قیامت این خاص به الله جل جلاله هست و هیچ کسی نه ملک فرشته و نه هم نبی مرسل و نه هم هیچ مخلوق دیگر از وقت و زمان وقوع قیامت علم ندارد. و این حدیث ما و شما در حدیث جبرائیل علیه السلام که یک حدیث طویل می باشه، در این حدیث ما و شما پیدا میکنیم که وقت زمانی که جبرائیل علیه السلام به شکل یک انسان پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند و از برخی امور از ایشان سوال کردند. در قدم اول از اسلام سوال کردند، در قدم دوم از ایمان سوال کردند، در قدم سوم از احسان سوال کردند و در قدم چهارم از قیامت سوال کردند. و سوال جبرائیل علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با قیامت ای بود که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام گفت که فاخبرنی عن الساعه، مرا خبر بده از وقت و زمان قیامت که قیامت چی وقت برپا میشه دیگه. جبرائیل علیہ السلام از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال میکنه کتاب برای ما و شما بیاموزانه که علم وقوع قیامت یا جمله خاصه الله است. جبرائیل علیه السلام از پیغمبر سوال میکنه که فاخبرنی عن الساعه، مرا از قیامت دا خبر بده که چی وقت برپا میشه. جواب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با این سوال جبرائیل چی میباشه؟ جواب پیغمبر است که مل مسئول عنها بعالم من السائل. مل مسئول عنها نیست سوال کرده شده، نیست سوال کرده شده که در حقیقت کی است؟ خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عنها یعنی از قیامت و علم وقوع قیامت. به عالم داناتر من السائل، که سائل در حقیقت کی بوده؟ جبرئیل علیه السلام بوده. یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل از این سوال جبرئیل علیه السلام که فاخبرنی عن الساعه، مرا از قیامت خبر بده که چی وقت برپا میشه، جواب از این جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقابل از این سوال ای بوده که مل مسئول عنا، کسی که از قیامت سوال کرده شده او از کسی که از قیامت سوال کرده عالم نیست، یعنی داناتر نیست. یعنی به این معنا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای جبرائیل علیه السلام میفرماید این همی قسمه که تو در رابطه با وقت و زمان قیامت علم نداری، پس به عین شکل ما هم در رابطه با علم وقوع قیامت، وقت و زمان قیامت، علم ندارم. پس پیغمبر هم علم وقوع وقت و زمان قیامت هم از خود نفی میکنه و هم از کی نفی میکنه؟ هم از جبرائیل علیه السلام نفی میکنه. پس مادامی که نه پیغمبر نبی مرسل پیغمبر صلی الله علیه و سلم از وقت و زمان قیامت آگاهی ندارند، شک نیست که پیغمبران با جهان غیب ارتباط دارند، لیکن غیبی که الله رب العزت برای پیغمبرها عطا میکنه به مو اندازه است که الله رب العزت میخواد. بسیاری چیزها در غیب است که اصلا مخلوق از او آگاهی نداره و یکی از اینها در حقیقت هم علم وقوع قیامت است. و به عین شکل علم قیامت از خود جبرائیل السلام نفی میکنه که تو هم در رابطه با قیامت چیزی نمیدونی و ما هم در رابطه با وقت و زمان قیامت چیزی نمیدونم. پس بعد از اینکه علم وقت و زمان قیامت از پیغمبر نفی میشه، از جبرائیل نفی میشه، بعد از او باز جبرائیل علیه السلام باز از پیغمبر سوال میکنه که فاخبرنی عن اماراتها. خب علمش که نمیفهمی، پس از نشانه‌هایش مرا خبر بده. باز اینجاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه‌های قیامت بیان میکنه که انشاءالله در درس آینده و در رابطه با هر یک از این نشانه‌ها و علامات قیامت باز ما صحبت مفصل میکنیم. پس به این اساس حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که به نام حدیث جبرائیل علیه السلام یاد میشه، یکی از و بعد از اینکه جبرائیل علیه السلام میره، باز پیغمبر پرسان میکنه که شخص شناختین که کی بود؟ اصحاب میگه نشناختیمش. پیغمبر میگه جبرائیل بود، آمده بود که تا امور دین تعالی برایتان چه بکنه؟ یاد بدهد. و یکی از چیزهایی که جبرائیل علیه السلام برای ما تعلیم دادن و برای ما شما یاد دادن و جزء عقیده ما میباشه، یکی همی است که علم وقوع وقت و زمان قیامت این خاص برای الله جل جلاله هست و هیچ کسی در رابطه با این علم نداره. پس به این اساس از جمله مسائل عقیده و ایمان ما به روز قیامت، به وقوع قیامت، یکی همی است بینندگان عزیز که قبل از قبل ما به این یقین کامل داشته باشیم که علم وقوع وقت و زمان قیامت ای خاص به کی هست؟ خاص به الله جل جلاله هست و حکمت الله جل جلاله تقاضا کرده که علم وقوع قیامت برای هیچ مخلوقی، نه برای نبی، نه برای ملک، نه برای هیچ مخلوق دیگری قبل از وقوعش الله رب العزت را برملا نسازه، بلکه علم وقوع قیامت در وقت و زمانش الله رب العزت خودش فرمانش چی میکنه؟ صادر میکنه و این علم الله رب العزت برای خود پوشانده و پنهان کرده و برای هیچ کسی این را برملا نساخت. پس به این اساس بینندگان عزیز، آن چیزی که ما در برخی ادیان باطله داریم یا آن چیزی که ما در عصر حاضر خود برخی اوقاتی غوغا را میشتیم، چنانچه در چند سال اخیر یک غوغایی برپا شده بود که گویا در سال 2012 به اصطلاح قیامت برپا میشه و یک تعداد مردم صاحب اصطلاح پریشان بودن و دیگه بودن و کل از این پریشانی در حقیقت به خاطر نمو علم درست در رابطه با مسائل عقیده هست. انسان مؤمن و مسلمانی که به یقین کامل داره که علم وقوع روی قیامت به غیر از الله برای کسی دیگر معلوم نمی باشه. پس دیگر هر کسی که ادیان باطلی باشه، ادیان منحرفی باشه، مثل کسایی باشند که مثل خدا مثلا نجومی میگیرند و بالاخره در وقت زمان قیامت وقت مشخص را برای ما بیان بکنند که چنانچه بودایی ها وقت مشخص را تعیین کردند، چنانچه عیسوی ها وقت مشخص را تعیین کردند، چنانچه در عصر حاضر وقت معین را تعیین کردند که در فلان روز نه قیامتش شد و نه دیگرش. بسی کل اجرات به این میکنه که گویا این کل چیزایی هست که انسان ها از بطن خود این چیزها را میگن و هیچ گونه دلیل در رابطه با این وجود نداره و هیچ گونه دلیل در رابطه با وقت و زمان قیامت ما نداریم، بلکه علم وقت و زمان وقوع قیامت خاص به الله جل جلاله است و این جزء ایمان ما میباشه. خب سوال اینجا پیدا میشه که مادامی که علم وقت و زمان وقوع قیامت خاص به الله هست و هیچ کس نمیفهمه، پس ما چه قسم بفهمیم که قیامت چه قسم دیگه قریب است، بعید است، چگونه هست دیگه و هیچ سوال به چگونه واسطه میباشه؟ آیا قریب است، بعید است، این وقت و زمان بسیار طویل داره یا این وقت و زمانش بسیار نزدیک است؟ پس به خاطر از اینکه ما در رابطه با نزدیک شدن قیامت برای ما علم حاصل شود و ما بفهمیم که دیگه قیامت نزدیک شده، قیامت نزدیک شده، اما اینکه چی وقت برپا میشه والله اعلم. پس در رابطه با نزدیک و یا نزدیکی و یا قرب قیامت و شک نیست که ما برخی علامات و برخی نشانه‌هایی داریم که هم در آیات قرآن مجید و هم در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میشه که برای ما بیان میکنن که هر زمانی که شما این علامه ها و نشانه ها را دیدین پس یقین داشته باشین که قیامت دیگه چی شده؟ قریب شده. پس ما زمانی که در رابطه با وقوع قیامت صحبت میکنیم در رابطه با وقت و زمان قیامت صحبت نمیکنیم، جهت از این کلمه از او به نزد الله هست، بلکه در رابطه با قرب قیامت صحبت میکنیم از خلال نشانه ها و علاماتی که در آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر ذکر شده. پس به می اساس در رابطه با وقوع قیامت قبل از اینکه قیامت واقع شود برخی نشانه ها و برخی علامات است که ان شاء الله در درس های آینده در رابطه با هر یک از این ما شما صحبت های مفصل میکنیم که علامات قیامت چی می باشه و چگونه در قرآن مجید و چگونه در احادیث پیغمبر ذکر شده و چرا ذکر شده و ما از این علامات چی درس و چی پند و عبرت میگیریم. ان شاء الله تعالی همه از این قضایا در رابطه با وقوع قیامت درس های هست که در درس های آینده ان شاء الله تعالی ارائه میکنیم. الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.